صحبتان بخیر، خیر ماین افغان باز هم در لحظات بعدی برنامه صبح و زندگی و در دیگر ساعات با ما می باشه با گزار شده زنده از سطح شهر کابل و گزار شده زنده بر ما می داشته باشه اما مسای نلا سلام در یکی از گفتنی هایشان خیلی ها قشن میگن در میان مسلمانان جهان ادعی از افراد هستند برای تا اینکه برای پروردگار بزرگ بتونن که چیزی نصیبشون بکنه و حدی قلب بتونن خوشنودی حاصل بکنن خودشون و مادیات تقاضا دارن نماز میخوانن ادعی دوم کسانی هستند که از ترس خدا نماز میخوانن و ادعی سوم کسانی هستند که برای آزادی خواهی و برای از اینکه واقعا بتونن اطاعت و عبادت خود را انجام بدن نماز برپا می کنند و این گروه بهترین مسلمانان هستند که نه بدون معامله و نه هم بدون هیچ نوع خواست و بدون هیچ نوع ترسی و حراسی نماز خود را برپا می دارند میخوایم در رابطه به زندگی نامی امام حسین صحبت بکنیم از تولد تا زمان شهادتشان و اینکه واقعا تاثیرگذاری گذاری زندگی امام حسین بالای مسلمانان و بر تاریخ اسلام چگونه هست مهماندار هستیم بانو آسیه احمدی استاد پهنتون با, با, ما هستن استاد خوش آمدین به سوا زندگی صاحب شما بخیر خوش باشین زنده باشین الحمدلله رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارز سلام و عدب خدمت شما و همه بیننده های خوب شما سلامت باشین خیلی هم ممنون از اینکه که تشریف داریم در آستانه روز آشورا دهم محرم قرار داریم استاد اگر از خود زندگی نامی امام حسین برمو از زمان تولدشان و اینکه واقعا شخصیت پیامبر بزرگ ما چقدر تونسته در چهره ای امام حسین انکاس بکنه بله از آوان تولد امام حسین شروع میکنیم که دایشان ام الفضل امان ربابه بنت حارس هستن که ایشان اولین کسان بودن امرای حضرت خدیجه ایمان آورده بودن اینا دایشان بودن بعد از تولد امام حسین علیه السلام پیامبر ما به خانه شان رفتند و گفتن نه اسم طفل را چی گذاشته گفتن حرب پیامبر ما بسیار غمگین شدن حرب به زبان عربی جنگ مانا جنگ جنگجو باز گفتن اسم ای را بگذارین حسین باز تقریبا دو فرزند دیگه ای از رد فاطمه را هم اسمشان را پیامبر ما گذاشته بودند محسن حسن حسین باز گفتن که پیامبر ما گفتن که به علت از این نام ها را ما دوست دارم چون حضرت هارون علیه السلام سه پسر داشتن و مبشر مبشر شبیر شهیر سه پسر داشتن گفتن به علت ما خوش دارم همین قسم نام ها را باز اسم اینا را تغییر دادن اسم امام حسین را که حرف گذاشته بودن تغییر دادن گفت بگذارین حسین حسین علیه السلام بعد از او باز اسم را گذاشتن پیامبر با ما بودن قدر محبت داشتن یا از معاون تولد اینها در وحی خفی یعنی رؤیای دیده بودن خواب دیده بودن نسبت به امام حسین علیه السلام باز اینا چی کردن؟ همون از حضرت فاطمه بودن اولین کار که کردن در گوشه امام حسین آزان دادن خود پیامبر با بزرگمان دگوشان آزان دادن آزان دادن دگوش دگوش تفلا که آزان میتن باعث فرار شیطان میشه دور شدن شیطان از نام میشه دومین کار کردن اسم گذاشتن سومین کار که کردن در مردم عرب یک رواج داشتن که طفل که تولد میشد خورما را به کام او مالیدن چون معده او آماده بر غزانب نبود را به کامش مالیدن یا هر شیرینی دیگه که گفتن مالیدن میتونه بعد از او گرفتن گفتن روز هفتم شد این کار سه کار را در روز اول و دوم سیام کردند. ببینید محبت و توجه پیامبر ما را به با امام حسین بعد از او باز روز هفتم پیامبر ما مویشان را تراشیدن موی امام حسین را و اندازه موی اونها نقره دادن یعنی وزن کردند با او اندازه نقره به فقیر و مسکین دادن بعد از او کار که کردن امو روز هفتم دو قچ سفید و سیار آوردن حقیقه کردن یعنی که حقیقت چیزی است که به سپاسگزاری شکرگزاری طفل که تولد میشه در شریعت است و هر خانواده و این کار را پیامبر ما به نواسه خود کردن بعد از او کاری که کردن روز هفتم تمام شد رو روز هشتم خط نکردن امام حسین را و این کارای بود که توجه و مرحمت بود که پیامبر بزرگ ما به امام حسین داشتند یعنی که از آوان تولد می که نظر به احادیث ابو سعید خدری که این واسه پیامبر یک جا کننده امت اسلامی است زمان امام حسین به قیام برخستن برخواستن و قیام کردن و استادگی کردن که امت در یک کشمکش به سر می بردن. در یک دو گروهی بسیار عمیق امکان از این دا وجود داشت که شاید تعداد زیاد از امت اسلامی در بین خود کشته شوند اگر همی شهادت امام حسین نمی بود اگر همی قیام امام حسین نمی بود شاید یک شهر مکمل فکر کنین عراق و مدینه در جنگ می بود شاید چقدر مردم دیگه در این جنگ گشته می شد که خودش هم هر دوش هم بین مسلمان است یک گروه حق دیگه گروه هم باطل با او علت امام حسین را فضیلتش برتریش از اون آوان تولد نزد پیامبر ما ثابت بود که یک شخص متفاوت بودن و پیامبر ما یک چیز دیگری که بود در رویای خود دیده بودن خواب دیده بودن پیامبر ما که در کنار دجله فرات نواسی مبارکشان شهید میشه که من دجله فرات نزدیک منطقه کربلاست یعنی دریا بسیار برشان نزدیک بود با وجود نزدیکی اینا غافل گیر شدن و حساب در سر خیانت دوسته تن از یارایشان نزدیکایشان اوطور نبود که یار دوستشان باشم منتا تا اینا ظاهرا نشان میدادن که دوست هستن بسیار پیام و نام ها فرستادن که بیا در منطقه عراق در کوفه بیا اهل کوفه می خیانت کردن در حق امام حسین بیا ما حمایتت میکنیم پشت استاد هستیم امام حسین با یارای خود در یک خیانت ناجوان مردانه که حتی تفل موسفید هیچ کس را مجال حرف زدن ندادن و به یک خافل گیر کردن و اینا را شهید ساختن استاد از دلیل قیام امام حسین بر ما بگوین چرا قیام کردن مجبور بودن که قیام بکنن و یا این این خاص و ایده خودشان بود که بیان قیام را انجام بده امام حسین به یک علت مجبور بودن چون 500 نامه برشان از عراق آمده بود و دولت تازه جا ظهور کرده بود که به دل مردم نبود به حساب سالم بود ایاش به گفته مردم عالی همی شکل بود و دیگه ای که امام حسین را مردم خود مردم بعد از حسن برادرش که به شهادت رسید پیمان صلح را با حضرت معاویه انجام داده بودند بعد از این پیمان صلح بعد از حسن امام حسن همه چشمشان طرف امام حسین بود همه منتظر ازی بودن که باید حتمی و حتمی بعد از حضرت علی بعد از امام حسن یعنی نوبت هم فکر میکردن که واقعیت هم مردم خوب مردم عادل هستن مردم بیشترش عادل هستن مردم میگفتند که نوبت این بار از امام حسین است با او علت امام حسین هیچ علاقه مندی و دلچسپی نداشتند چون که پیامبر با ما مجده به اینا داده بودن الحسن سید و الحسین سید الشباب شباب اهل جنت اینا را آقاها و سرور اهل جنت به جنت را به اینا قبل از قبل داده بودن در طفولیت بگویم از این معلوم میشد که اینا اشخاص نبودن که محبت به دنیا داشته باشند. اینها قیامشان خاص به خاطر مردم بود خاص به خاطر نشاندن حق به چوکی بود یعنی که حق به حقدار سپرده شوه اینا علاقمندی بسیار نداشتند که باید خود ما قیام بکنیم و بیعت یزید را قبول نکنیم و ما باید چی بکنیم در مقابل یزید استادگی بکنیم و جنگ و جدال خدای نخواسته این مسائل را خوش داشته باشند و هدفشون هم یک چیز نبود و وعده مردم کوفا متر یک چیز نبود وعده اینایی بود که ما با شما یک جای وارد یک مذاکره میشیم مفاهمه میشیم و این خیانت را در بین خود چند نفر قد داره و چند نفر که اونا را گرفتنش درست نمی باشه که چون تاریخ زرین اسلام را بدنام ساختن لکه ننگ هستن به اسلام به اون لحاظ یک کار کردن که واقعا بر اسلام دیگه خوشایند نیست استاد امام اگر میخواست بره به طرف عراق و کربلا و بتانه که حدیقل واقعا جهاد بکنه در قبال این افراد میتونست یک تعداد زیادی از مسلمانان را فقط با یک صدا زدن خود در کنار خود داشته باشه و بتانه که این معضله را دق در همو زمان حل بکنه چرا نخواستن که مردم در کنارشان باشه فقط هفتاد و دو سان از یاران و خانوادهش رو با خود گرفت بله علتش هدفشون گفتم قبلا هم که امی مذاکره و مفاهمه بود یعنی صحبت کردن بود هدف اینا جنگ نبود و یک چیز دیگه ای که امام حسین داشتن خیلی شباهت به پیامبر بزرگ ما داشتن پیامبر ما در ابتدا همین قضاواتشان را ببینین تا ای که خیلی تاکید کفار یا مشرکین نبوده پیامبر ما در جنگ در غزوات اشتراک نکردن هیچ علت نداشتن جنگ تا رای کاروانشان را نگرفتن تا تعداد مسلمان را شهید نکردن امام حسین عین افکار را داشتن یعنی یک افکار داشتن که حتی به شکل هم مانند پیامبر ما بودن تا بوی موهایشان را میگن مانند پیامبر ما بودن به این علت اینا افکار جنگجویی در اینا دیده نمیشد چون که در حدیث پیامبر بزرگ ما امام حسین را به خود نسبت میدن حسین منی من و انا من حسین ببینید این خیلی حدیث بحث عمیق داره اید صحیح بخاری مسلم است در مسند امام احمد است در تمام دیدگاه فقی ای را تایید میکنن صحیح ترین حدیث هم است باز, باز تاکید از این حدیث ای است که من احب الله کسی که الله را دوست داره احب حسین میگه دوست داشته باشد حسین را پیامبر ما هم تاکید میکنن حسین از من است و من از حسین یعنی ای که هیچ فرق بین ما و حسین نیست شباهت ای رب دادن چون وقت انسان از موضوع خارج نشیم وقت خداوند انسان را خلق کرد بر انسان گفت که و نفخت من روحی من دمیدم روح من روحی از روح خود یعنی انسان را به خود شباهت داد یعنی از خودم از گفت از این معلوم میشه که علما تاکید میکنن که یعنی الله تبارک و تعالی انسان را به دست خود خود آماده ساخته بود به او علت گفت یا ای که به انسان بسیار کرامت داد پیامبر ما هم به امام حسین چنان کرامت و عزت داده بودند و چنان چیزی را در اینا میدیدند در مجلس بزرگ میگن شش تا بودند پیامبر ما یک بار به روی امام حسین نگاه میکردند یک بار به روی مجلس به مردم که یعنی ای که یعنی آینده من نباشم این نواسه جا، جای ما هست یعنی چنان ارزش میدادن دادن به او علت اینا خاصیت جنگجویی خاصیت بادبینی در مقابل هر کسی یعنی اینا از منافق بودن رقیبای خود نمی دانستن فکر میکردن اینا کسان هستن در غیر از او که مردم مشتار برای امام حسین داده بود دوستای نزدیکشان که امام حسن را هم همی مردم شهید کرده بودن گفتن برادر تو شهید شده تو باید انتقامش را اول میگفتن بگیری امام حسن میگفت نه انتقام در دین ما نیست من انتقام را نمیگیرم واگذار میکنم به الله که خدا انتقام از اینا بگیرم من توانایی را هم ندارم و این خاصیت را در خود نمیبینم که بروم امرای مردم جنگ بکنم بسیار مجبور کردن مردم گفتن جز تو چشم امید دیگه وجود نداره قیام امام حسین اینو یک قیامه بود که مردم دیگه چشم امید دیگر وجود نداشت جز اینا با او علت امام حسین برخواستن و با این مردم حرکت کردن که برانو گفتگو بکن حالا با این ایده ای که امام حسین داشتن و به این بزرگ مردی و شجاعتی که داشتن رسالت جوانای امروزی ما را در قبالشان چگونه میبینن؟ خیلی کوتاه اگر بر ما بگید یک چیزی که بسیار پند و درس عبرت که بر جهان اسلام است بر تمام جوانایی که ادعای مسلمان بودن را دارند فقط درسی که از مکتب خانه امام حسین میگیرن همی است که باید شجاعت داشته باشن باید قیام استادگی داشته باشند در مقابل وقت حق بودن در مقابل باطل و دیگه ای که امام حسین کسی گفته نمیتونن که شهادت به شهادت رسیدن و ناکام شدن پیروزی اونها بعد از اون بود که خواهرشان دو خواهر داشتن گلسوم و زینب خواهرشان زینب پیام را به جهان به تمام شهرها گشتن تا وقت مرگشان را رساندن پیام حق طلبی امام حسین را که حسین به اینی را شهید شد حسین چوکی نمیخواست حسین بیعت نمیکرد کرد به علت از این نبود که خودش به جا برسه می گفت که کسی که حقش است به او برسه نمی گفتن که حتما با ما باید برسم چون تو اهل نیستی نه اهل هستی جوانای ما باید سرمشق زندگی خود اشخاص را قرار بتن الگوهای دین ما را نگویند که اینها در گذشته بودند در گذشته ماندند بیاین ما عصر جدید است چیزای الگوهای جدید را بگیریم اینها کسایی بودند که نظیر اینها شاید پیدا نشه هرگز هم پیدا نمیشه دوستای ما باید دقیق متوجه باشه جوانای عزیز ما که نظیر امام حسین هرگز پیدا هم نمیشه و چنین قیامی که اونا داشتن چنین قیامی هم شاید تا قیام قیامت برپا نشه سلامت باشین خیلی هم ممنون استاد از این که برای ما امروز وقت دادین و در صبح زندگی تشریف آوردین تشکر از اینکه شما هم تا به این لحظه بیننده برنامه صبح زندگی بیشای روز عاشورا هستین تا ساعت 12 مهمان خانه های شما هستیم در لحظه... در لحظات بعدی برنامه هم رستم مهماندار هست محترم سالم حسنی استاد پهانتون باز هم با ما هستند و در رابطه با واقعاتی که از روز اول تا دهم روز محرم افتاده گفتنی های با رستم می داشته باشند میان برنامه کوتاه برمیگردیم تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آرلینا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین